سلام و درود به همه شما همراهان خوب هویج. خوشحالیم که یک بار دیگه با یک ویدیوی جذاب و دیدنی دیگه از هویج در خدمت شما عزیزان هستیم. جزئیاتی از بزرگی ناوگروه تهاجمی ارتش ایالات متحده که در راه خلیج فارس است. ارتش ایالات متحده در حال فرستادن یک ناوگروه تهاجمی، تعدادی بمب افکن، جت جنگنده، یک کشتی پیشرفته با قابلیت انجام عملیات آبی خاکی و یک آتشبار بزرگ پرتاب موشک‌های سطح به هوا به خاورمیانه است. این حجم از ارسال تجهیزات نظامی به خلیج فارس در سالهای اخیر بی‌سابقه بوده و بسیاری آن را نشانه درگیری نظامی بین ایران و این کشور می‌دانند. ناوگروه USS ابراهام لینکلن که از یک ناو هواپیمابر بزرگ به همین نام و بالهای هوایی متعدد در کنار یک رزم ناو و 4 فروند ناو شکن تشکیل شده، اوایل هفته گذشته همراه با تعداد اعلام نشده ای از بمب‌افکن‌های سنگین و دوربرد استراتو فورترس B-52 به سمت منطقه خاورمیانه به راه افتادند. در ادامه این ویدیو با هویج همراه باشید. فرماندهی مرکزی نیروی هوایی ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که جفت‌های جنگنده F-15 سی ایگل برای دفاع از نیروها و منافع ایالات متحده در منطقه مستقر شدند. روز جمعه پنتاگون نیز در بیانیه ادعا کرد که ناو USS آرلینگتون که یک کشتی تهاجمی آبی خاکی است و سیستم موشکی سطح به هوای پاتریوت را نیز در راه خاورمیانه دارد. این حجم از تسلیحات نظامی به ادعای فرماندهی مرکزی نیروی هوایی ایالات متحده در حال حاضر در پاسخ به شواهد روشنه مبنی بر آماده سازی ایرانی ها برای حمله احتمالی به نیروهای ایالات متحده در منطقه به خاورمیانه و خلیج فارس اعزام شدند. در ماه‌های اخیر با افزایش فشارهای ایالات متحده بر ایران و تحریم‌های متعدد برای جلوگیری از صادرات نفت کشورمان، تنش بین دو کشور نیز دست کم از صحنه سیاسی بالا گرفته و دو طرف همدیگر را به واکنش‌های سخت تهدید کردند. اگرچه این حرکات نمی‌تواند لزوماً به معنای درگرفتن جنگ در منطقه باشد، اما تحرکات آمریکایی‌ها در این زمینه را از زمان جنگ عراق می‌توان بی‌سابقه دانست. در ادامه این ویدیو قصد داریم شما را با تسلیحات و ابزارهای جنگی که ایالات متحده در هفته‌های اخیر به خلیج فارس اعزام کرده آشنا کنیم. ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن. آدمیرال جان ریچاردسون، رئیس بخش عملیات دریایی ارتش ایالات متحده، در گذشته از ناوهای هواپیمابر این کشور با عنوان تجلی ترسناک قدرت ملی ایالات متحده یاد کرده بود و یک ناوگروه تهاجمی بزرگ میتواند قدرت بیشتری را به نمایش بگذارد. ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن یک پایگاه هوایی متحرک در دریاست که رهبری ناوگروه را بر عهده داشته و از تیم حفاظت هوایی قدرتمندی برخوردار است. بالهای هوایی ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن، جنگنده‌ها، هواپیمای جنگ الکترونیکی، هواپیمای اخطار زودهنگام و هلیکوپترهای گشت زن. بالهای هوایی ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن شامل تعدادی جنگنده FI-18 سوپر هالند، یک هواپیمای جنگ الکترونیکی EA-18G گلوور، هواپیمای هشدار زودهنگام E-2 هوکی و تعدادی هلیکوپتر از چندین اسکادران است که می توانند عملیات‌های متعددی را به اجرا بگذارند. رزمناو USS لیتگولف. رزمناوهای مجهز به موشک‌های هدایت شونده کلاس تایکوندروگا کشتی‌های جنگی چند منظوره‌ای هستند که با 122 سیستم پرتاب افقی سنگین از پرتاب‌های مختلف، از موشک تاماهاوک و موشک‌های کروز مخصوص حمله به اهداف زمینی تا موشک‌های سطح به هوا و راکت‌های ضد زیردریایی مجهز شده است. 4 ناوشکن USS بینبریج، USS گونزالز، USS میسون و USS نیتس. مانند رزمناوهای بزرگ، ناوشکن‌ها نیز تجهیزات دریایی چند منظوره هستند که با 90 تا 96 پرتابه سنگین مجهز شده و علاوه بر سیستم دفاع موشکی هوایی و موشکی، از توانایی انجام حملات زمینی نیز برخوردار است. بمب‌افکن‌ها B-52. بمب‌افکن B-52 یک بمب‌افکن با توان پرواز در ارتفاع بالا و سرعت زیر سرعت صوت است که توانایی حمل پرتابه‌های متعارف و هسته‌ای را دارد. این هواپیمای قدرتمند و غول‌پیکر می‌تواند تا 70,000 پوند، یعنی نزدیک به 32 تن، از انواع سلاح‌ها و پرتابه‌ها را حمل کرده و در مأموریت‌های مختلفی مانند حملات استراتژیک، پشتیبانی هوایی نزدیک، ایجاد منطقه پرواز ممنوع و حملات تهاجمی و عملیات‌های دریایی به کار گرفته می‌شود. جنگنده ها F-15 سی ایگل.
جنگنده‌های F-15 مستقر در منطقه خاورمیانه در روزهای اخیر حامل موشک‌های واقعی از جمله 6 موشک هوا به هوای پیشرفته و برد متوسط AIM-120 و 2 موشک AIM-9X سایدوایندر برای مبارزات هوایی دیده شدند. پنتاگون تاکنون استقرار و تحرک این جنگنده‌ها را به طور رسمی پاسخی برای ایران ندانسته، اما زمان انجام این تحرکات نشان از چنین هدفی دارد. کشتی آبی خاکی USS آرلینگتون. کشتی آبی خاکی از کلاس سان آنتونیو توانایی حمل نیروهای ویژه دریایی، خودروهای تهاجمی آبی خاکی و ایجاد فضایی برای بلند شدن و فرود انواع مختلف هلیکوپترها به منظور حمایت از عملیات‌های آبی خاکی، عملیات‌های نیروهای ویژه یا عملیات‌های نظامی گروهی را دارد. سیستم دفاع هوایی و موشکی سامانه دفاعی پاتریوت. به گفته وزارت دفاع ایالات متحده، سیستم دفاعی پاتریوت یک سیستم دفاع هوایی برد بلند با توانایی کاربرد در همه نوع آب و هواست که برای از بین بردن موشک‌های بالستیک تاکتیکی، موشک‌های کروز و هواپیماهای پیشرفته به کار گرفته می‌شود. شما می‌تونید ادامه ویدیوهای ما رو در انتهای همین ویدیو مشاهده کنید. همچنین یادتون نره که نظرات خودتون رو در قسمت کامنت این ویدیو با ما به اشتراک بگذارید. همچنین در همون قسمت به ما بگید که دوست دارید ویدیوهای بعدی ما راجع به چه موضوعی باشه. ممنون که با هویج همراه بودید. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و بگید چه مطالبی را بیشتر دوست دارید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. هویج هواتون رو داره.